ایران میگوید گزارشش درباره هواپیمای اوکراینی آماده شده. مذاکرات 35 روز دیگر در کیف دنبال خواهد شد. در این میان بعضی خانواده‌های قربانیان میگویند به شدت زیر فشارند تا سکوت کنند از تهدید به مرگ و آزار جنسی. 6 روز به یک رأی‌گیری سرنوشت ساز، انتخاباتی که از همین حالا هم ممکن است سرنوشتش رقم خورده باشد. 72 میلیون رأی زودهنگام ریخته شده، به اندازه نیمی از کل آرای 4 سال پیش. و پایان دردناک دریایی از امید در آب‌های مانش. آنیتا، آرمین، شیوا و رسول در راه بریتانیا جان باختند، آرتینشان هم گم شده. این چهارشنبه است در امروز. سلام. با اوکراین چندان همکاری نشد، کانادا هم کنار زده شد، اما ایران میگوید گزارشش درباره هواپیمای اوکراینی آماده است. به گفته معاون حقوقی وزیر خارجه، تهران آماده گفتگو درباره پرداخت غرامت هم بود، اما اوکراین و کانادا تمایلی نداشتند. نزدیک به 9 ماه پیش بود که موشک‌های سپاه پاسداران جان 176 سرنشین آن هواپیما را گرفت. فشارهای بین‌المللی و دادخواهی خانواده‌های قربانیان جمهوری اسلامی را وادار به همکاری کرد، گرچه نیم بند. اما سوال‌های دیگری هم اضافه شده. چرا خانواده‌ها تهدید می‌شوند سکوت کنند؟ مشتبه پورمحسن گزارش می‌دهد. یک هدفگیری دیگر از سپاه پاسداران، این بار نه با موشک بلکه با تهدید فیزیکی و جنسی خانواده‌هایی که عزیزانشان را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه از دست دادند. بازجوهای سپاه به خانواده قربانیان گفتند بهتان آمپول می‌زنیم، می‌کشیم و در حاشیه شهر رهایتان می‌کنیم. اگه همکاری نکنید شما را هم مثل اونها به اون دنیا می‌فرستیم. به همسر یا دخترتان آزار جنسی می‌رسونیم. شما نمی‌تونید کاری کنید. برید خدا رو شکر کنید که زدیمشون و شهید شد. از محل کار اخراجتون میکنیم. از آنها خواستند علیه هم جاسوسی کنند. بعضی از آنها را از جلوی خانهشان تعقیب میکنند. بعضی دیگر را ممنوع الخروج کردند. فقط به این دلیل که آنها پیگیر پرونده کشته شدن عزیزانشان از سوی سپاه هستند. از آنها خواستند با بیانیه‌های حکومتی همراهی کنند و با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند و دست از دادخواهی بردارند. 10 ماه پس از کشته شدن سرنشینان هواپیمای اوکراینی، زندگی خانواده قربانیان حالا تحت کنترل و شنود نهادهای امنیتی است. حتی خانواده‌های قربانیانی که خارج از کشور هم زندگی می‌کنند، از تهدیدهای سپاه پاسداران در امان نماندند. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در سرنگونی این هواپیما از دست داده و حالا مقیم کاناداست، هفته گذشته از تهدید به مرگ خود خبر داد. 2 هفته پیش یک مقام اوکراینی پس از برگزاری دور دوم مذاکرات بین ایران و اوکراین گفت ایران اصرار دارد که سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری و قتل 176 مسافر و خدمه جزو اسرار نظامی یک کشور است. به گفته او ایران نهایتاً می‌خواهد چند فرد رده پایین را با کیفرهای خفیف مجازات کند. ایران وعده داده جزئیات سقوط را به اوکراین بدهد، وعده‌ای که در 10 ماه گذشته تکرار شده. محسن بهاروند، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، کانادا را متهم به یک جانبه گرایی کرده و گفته با این کشور مذاکره و همکاری نخواهد کرد. این در حالی است که 82 سرنشین هواپیما تبع کانادا بودند. او همچنین گفته مطالبات کانادا و اوکراین درباره نحوه پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان را قبول ندارد. همزمان با مذاکرات ایران و اوکراین در تهران، خانواده‌های قربانیان در مقابل محل مذاکرات تجمع کردند. اما حالا مشخص شده که سپاه پاسداران آنها را تهدید کرده به آزار و تجاوز جنسی و مرگ. حکومت ایران نمی‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که ساعت 6:19 بامداد 18 دی ماه پارسال در آسمان تهران دقیقاً چه اتفاقی افتاد. سپاه چرا زد؟ مشتبه پورمحسن، ایران اینترنشنال.
علی هریسچی وکیل دادگاه فدرال آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای هریسچی، آیا اطلاعاتی میتونید به ما بدید الان از لحاظ حقوقی اصلا پرونده کجا هست؟ با سلام خدمت شما. بله، ما این پرونده رو هفته پیش فایل کردیم قبل از آغاز مذاکرات ایران و اوکراین، و در واقع ما احضاریه‌های دادگاه رو دریافت کردیم که به زودی به ایران میرسونیم این احضاریه‌ها رو. این روند فعلی پرونده هست. ما همونطور که گفتم بعد از این مرحله ایران 30 روز وقت داره که به دادگاه خودش رو معرفی بکنه و در واقع دفاعیات خودش رو مطرح بکنه. این بگم این پرونده است که دفتر حقوقی شما به وکالت از خانواده های بعضی از قربانیان که شهروندی آمریکا رو دارند شکایت کرده علیه حکومت جمهوری اسلامی که به دلایل متفاوت از کتمان کردن، از ساقط کردن هواپیما و طوری که پرونده روندش ادامه پیدا کرده. الان ما میشنویم از بعضی خانواده‌ها که در گزارش هم اومد که زیر فشار هستند. آیا به شما هم چنین چیزهایی گفته شده در خانواده قربانیان؟ ببین، این ترس خیلی مسئله جدی است و واقعیت داره. حتی در موقعی که ما قبل از اینکه این پرونده رو فایل بکنیم با گروهی از خانواده‌ها جلسه داشتیم، اونها هم از ترس حتی گروهشون عضو این پرونده نشدن، با اینکه حقوقشون میتونست تامین بشه طبق این پرونده. به خاطر اینکه فشارهایی که بر خانواده‌ها در ایران انجام شده بسیار جدی هست و خود این فشارها نشون دهنده این هستش که مسئله یک مسئله ساده اشتباه نیست. مسئله ساده اشتباه احتیاج به کتمانکاری نداره، احتیاج به این نداره که مردم رو تهدید به مرگ بکنن، احتیاج به این نداره که با بولدوزر تمام شواهد رو زیر رو بکنن، احتیاج به این نداره که تمام سلفون ها و تمام مدارکی که از سایت جمع شده تخریب بشه یا ضبط بشه و به خانواده برگردانده نشه. اگر یک تتادف هست، اگر یک اشتباه اپراتور هست، اینها همشون قابل توضیح و احتیاج به این کارها نیست. اینا همه نشون دهنده این هستش که مسئله بیش از این هاست و متاسفانه همونطور که گفتم خانواده های زیادی در ترس هستن از نیروهای امنیتی و این متاسفانه ضرر زده به هم رسیدگی پرونده و هم به حق و حقوقشون. اینا خانواده های داغداری هستن که بابت اعمال ایران به داغ نشستن و هنوز ایران در جهت در واقع صلح و در واقع ایجاد امنیت برای اینهایی که خانواده‌هاشون از دست دادن نیست و برعکس سعی می‌کنه که این امنیت رو از اونها بگیره و به دردشون اضافه بکنه. آقای هریسچی، ایران گفته که گزارشش درباره آنچه که بر سر هواپیما آمد آماده است. حالا آیا می‌دونیم که به چه شکل این گزارش باید ارائه بشه؟ و اگر ما می‌دونیم کانادا و فرانسه و اوکراین هم می‌دونن که چه اتفاقاتی افتاده، چون وقتی به اون جب در حاضر بودن هنگام خانش جبهه‌های سیاه، حداقل تا اون اندازه که جبهه‌های سیاه می‌تونن اطلاعات افشا کنن یا اطلاعات بدن، اگر گزارش ایران گزارش مطابق با واقعیت نباشه، اتفاق بعدی چه هست؟ این به طور مسلم گزارش ایران گزارش کاملی نخواهد بود، به خاطر اینکه اگر قصد بر این بود که گزارش کاملی باشه، در هیئت تحقیق هم نماینده کشورهای مختلف حضور می داشتن و این تحقیق به صورت چند کشوری برگزار می شد که نتیجهش مورد قبول همه برسه. تحقیقی که در حین تحقیقات گروه های بی‌طرف شرکت نداشته باشند قابل ارزش نیست، حتی اگر در ظاهرش به مسائلی رسیدگی کرده باشه، به خاطر اینکه معلوم نیست چه شواهدی رو بررسی نکردن، چه مسائلی رو اصلا وارد گزارش نکردن. این از قبل از اینکه اصلا دیده بشه گزارش، بعدش هم که گزارش دیده بشه با نحوی که الان داره با گزارش مطرح میشه و سابقه 40 چند ساله ایران در روابط بین المللش و گزارش هایی که انجام داده، محاله که به صورت کامل در مورد که چرایی مسئله گزارش داده باشه. ممکن استش که در مورد ساعت پرواز و نقاطی که در واقع موشک اصابت کرده و یا جزئیات پرواز این اطلاعات رو بده که در جبهه سیاه بوده، ولی اینها یک مقدار در واقع اندکی از ماجراست. مهم هست ولی کلیه تصویر رو به ما نمیده. مثلا در انتهای این مسئله ایران همونطور که در گزارشتون قبلا هم مطرح کرده بودین، سعی داشتش که با اوکراین به هماهنگی برسه، اونها رو با در واقع بخره، تیم اوکراین رو بهشون رشوه بده، بهشون حتی ما شنیدیم که پیشنهاد فروش در واقع فروش که بهشون نفت بده، ولی همه اینها رو نتونستن انجام بدن به خاطر اینکه کانادا رو هم باید راضی بکنن.
و به نظر میرسه که در انتهای این مسئله آخرش این به یک مسئله بین‌المللی جدی‌تر برای ایران بشه، همینطور که پرونده ما جلوتر خواهد رفت در آمریکا، پرونده کانادا جدی‌تر خواهد بود و شاید که در دادگاه لایحه هم کشوری از ایران شکایت بکنه که ممکنه که کانادا این کشور باشه. علی هرسچی وکیل دادگاه فدرال، متشکرم از صحبت با ما. 415 نفر دیگر جانشان را به کرونا از دست دادند، رکورد دیگر برای ایران در مبارزه با ویروسی که این کشور را زمینگیر کرده. بر اساس آمار منتشر شده در آخرین شبانه روز پس از مکزیک، ایران دومین تعداد مرگ را در جهان دارا بود. الند خلقی آخرین تحولات کرونا در ایران را دنبال کرده. مرگی غمناک. شمار جان باختگان کرونا به بالاترین حد خود در 10 ماه گذشته رسیده، اگر مبنا را آمار دولتی قرار دهیم. اینجا در تهران رئیس سازمان مدیریت بحران گفته نیمی از قربانیان روزانه مربوط به پایتخت است. فرمانده ستاد مقابل با کرونا تهران هم آمار مراجعان به بیمارستان ها را به موج دریا تشبیه کرده، موجی که رئیس شورای شهر تهران گفته بود برای آرام کردنش باید تهران را 2 هفته تعدیل کرد، ولی میگوید گوش کسی بدهکار نیست. ما عضوی در ستاد ملی کرونا که در مخصوصا حتی ستاد ملی کرونا تهران هم نداریم. اونا ستاد خودشون رو تشکیل دادن، به نظرات ما هم توجه ویژه نمی‌کنه. من بارها نامه نوشتم و صحبت کردم در شورا، هم گفتم متأسفانه تصمیمات دیر گرفته میشه، ما پشت کرونا تصمیم میگیریم، کرونا جلوتر از ما داره حرکت میکنه. البته حکومت در ماه‌های گذشته با راه اندازی نهادهای متعدد، اعمال محدودیت‌های مقطعی و تصویب جریمه برای کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را زیر پا می‌گذارند، تلاش کرده بحران شیوع کرونا را مدیریت کند. ولی اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این سیاست‌ها کارساز نبوده. سیاست‌هایی که نتایجش را باید در وضع بهداشت و درمان دید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته تا حالا حدود 25% پرستاران ایرانی به کرونا مبتلا شدند. 694 بیمارستان هم درگیر بحران کرونا. ما ثانیه شمار میکنیم که این ویروس تموم بشه بره. خستگی کادر درمان و کمبود امکانات و بودجه هم مزید بر علت شده. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته به دلیل نبود بودجه برخی از طرح‌های این وزارتخانه برای مقابله با کرونا اجرا نشده. این در حالی است که استاندار کرمانشاه گفته اگر تعداد بیمارانی که نیاز به بستری دارند به 1000 نفر برسد، باید بیمارستان صحرایی برپا شود. هرچند مینو محرز عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید همین الان هم کمبود امکانات و کادر درمانی داریم. اگر بیمارستان صحرایی درست شود، کسی نیست که در آن از بیماران مراقبت کند. البته در این روزهایی که رسانه‌های حکومتی روزهای سیاه کرونایی خوانده‌اند، وزیر بهداشت از کورسوی امید گفته واکسن کرونا ایرانی تا 3 هفته دیگر وارد فاز انسانی خواهد شد و ممکن است تا اوایل سال آینده ساخته شود. تا آن زمان بحران ادامه دارد. این پیکی که داره بالا میره و تعداد فوتیار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. چون ما اطلاعات آمار به زهرا داشتیم بیشتر از بقیه من خیلی وقت پیش گفتم که این آمار بالاتر از اون چیزیه که گفته میشه و علتش هم این بود که ما آمار به زهرا رو در اختیار داشتیم، آمار بیمارستانا رو که نداشتیم، ولی آمار اونجا رو داشتیم که اون آمارش دقیق‌تر از آمار بیمارستان است. شما در یه نقطه آمار رو جمع می‌کردید و مشخص بود که کرونا داره ما رو شکست میده به جایی که ما اون رو شکست بدیم. بله. 6 روز مانده به یکی از مهمترین انتخابات آمریکا، اینجا ببینیم روزنامه‌های این کشور امروز چه گفتند. تیتر اول پست گازت پیتسبرگ، تلاش‌های دقیقه 90 ترامپ و بایدن. روزنامه از سفر نامزد دموکرات به ایالت جورجیا خبر داده، یکی از ایالاتی که آقای ترامپ در نظرخواهی‌ها جلوست، حدود 51% به 46% برای آقای بایدن. او در ایالت جورجیا سخنرانی کرد. به 2 قسمت از صحبت‌هاش گوش کنیم. ما دیگه در یکدیگر خوبی نمی‌بینیم. دیگه به هم احترام نمی‌ذاریم. تعداد زیادی از ما به جای گوش دادن فقط داد میزنیم. به جای همکاری با هم دعوا میکنیم. همدیگر رو بی آبرو میکنیم به جای اینکه به هم روحیه بدیم. من افتخار میکنم که دموکراتم، اما به عنوان یک دموکرات کشور رو به گونه ای اداره خواهم کرد که این زخم ها التیام پیدا کنه. قول میدم رئیس جمهور همه مردم باشم، نه فقط اونهایی که به من رأی دادن. رئیس جمهوری هم در اوماهای نبراسکا صحبت کرد. I will
من بیشترین شکوفایی اقتصادی رو به ارمغان خواهم آورد. رشد مشاغل و یک واکسن که بتونه این ویروس رو به سرعت ریشه‌کن کنه. ما داریم به پایان کرونا نزدیک میشیم. ما واکسن خواهیم داشت، اما بدون واکسن هم داریم به پایان این بحران نزدیک میشیم. به زندگی عادی برخواهیم گشت. این چیزی است که می‌خواهیم. یک زندگی عادی. برگردیم به 7 ماه پیش و بهترین اقتصادی که تا حالا داشتیم. عکس اول واشنگتن پست، صفحه رای دهنده‌هاست در واشنگتن پایتخت در اولین روز رای‌گیری زودهنگام در منطقه کلمبیا. همونطور که می‌دونید الان روزهاست که رای‌گیری زودهنگام با حضور در حوزه رای‌گیری یا از طریق پست آغاز شده. تا اینجا 72 میلیون رای ریخته شده، حدود 1/3 کل آرای واجدین شرایط، معادل نیمی از کل آرای ریخته شده در انتخابات 4 سال پیش. در سمت راست واشنگتن پست میگه میزان رای دهی داره تاریخ ساز میشه، چون اگر همین روند ادامه پیدا کنه، برای اولین بار در تاریخ آمریکا تعداد آرای زودهنگام بیشتر از تعداد آرای خواهد بود که روز رسمی رأی‌گیری یعنی سه‌شنبه آینده به صندوق ریخته خواهد شد و احتمالاً رکورد میزان مشارکت مردم در بیش از 1 قرن را خواهد شکست. واشنگتن پست که از منتقدان کاخ سفیده در سمت چپ عکس تیتر زده پول مالیات دهنده‌ها به متعلقات ترامپ سرازیر میشه. یکی از مثال‌هایی که واشنگتن پست زده درباره سفر نخست وزیر ژاپن به آمریکاست که دونالد ترامپ تصمیم می‌گیره در کلوب تفریحی مارالارگو در فلوریدا که متعلق به خود اوست میزبان شینزو آبه باشه. دولت آمریکا برای اتاق، خوراک، مشروب و گل‌های تزیینی یک صورتحساب 36,000 دلاری دریافت کرد. به نوشته واشنگتن پست در 4 سالی که آقای ترامپ رئیس جمهوری بوده، دولت آمریکا 2.5 میلیون دلار صورتحساب از بیزینس های آقای ترامپ دریافت کرده. در دیگر روزنامه پایتخت که طرفدار رئیس جمهوری، واشنگتن تایمز در سمت چپ تیت زده اگر بایدن پیروز بشه مهاجران غیر قانونی به مرزهای کشور هجوم میارن. روزنامه به نقل از سازمان امنیت داخلی گفته اگر دموکرات ها دستاوردهای آقای ترامپ رو خونسا کنن، نه تنها شاهد یک بحران دیگر خواهیم بود، بلکه مهاجران به مرزها یورش میبرن. در این گزارش آمده پوشش بیمه بهداشت برای مهاجران غیر قانونی و رها کردن ساخت دیوار مرزی باعث تشویق مهاجران خواهد شد. در سمت راست صفحه واشنگتن تایمز میگه آرای زود هنگام در ایالات کلیدی کمتر از آن چیزی است که دموکرات‌ها امیدوار بودند. گزارش میگه در بعضی ایالات چرخشی میزان مشارکت در آرای زود هنگام پایین بوده و این امیدی به جمهوری خواهان بخشیده. این ارزیابی به نقل از مدیر روابط عمومی کارزار دونالد ترامپ. آرش کاوه باسمنجی، روزنامه‌نگار آزاد در واشنگتن، در ایام انتخابات اینجا با ماست. کاوه، وقتی روزنامه رو نگاه میکنی و صحبت‌های نامزدها رو و اینکه حضور مردم در صندوق‌های رأی و آرای پستیشون، چرا داره رکوردها شکسته میشه الان؟ چرا این همه دارن میرن در صف وای میسن روزها مونده به روز انتخابات؟ خب نادر، دلیل عمدهش این هست که انتخابات امسال یک انتخابات به شدت 2 قطبی است و خیلی از کسانی که از رای دهندگانی که شاید در دوره‌های پیشین انتخابات براشون علی‌السویه بود که دموکرات ببره یا جمهوری خواه ببره، میموندن در خونه خودشون. در ایالت‌های چرخشی یا بینابینی هم خیلی ها که به طور سنتی میگفتن خب ایالت ما معلومه دموکرات رای خواهد داد، این زحمت رو نمیدادن به خودشون که برن بیرون یا پست بکنن. همینطور در ایالت های جمهوری خواه میگفتن خب فلوریدا که معلومه یا تگزاس که تکلیفش معلومه، ما دیگه چه نیازی از که رای بدیم. امسال به قدری در واقع از یک طرف رقابت شانه به شانه هست و از طرف دیگر به قدری تضاد بین دستور کار دو رقیب برجسته و بارز هست و تبلیغاتی که علیه هم میکنن، در نتیجه خیلی ها الان بسیج شدن و این انرژی رو پیدا کردن که نگذارن به هر ترتیبی شده حریف انتخاباتی از حزب مخالف برنده بشه، چون هر کدوم اون رو یک مصیبت و یک فاجعه ای میبینن برای آینده آمریکا. کاوه، وقتی به کاندیداها گوش میکنی،
بعضی اوقات با یک الفاظی صحبت میکنن، میشه گفت الفاظ آخر زمانی. اگر او رئیس جمهوری بشه کشور به فنا خواهد رفت، اگر او رئیس جمهوری بشه کشور از دست خواهد رفت. چقدر این استفاده از این الفاظ برای تهییج احساسات هواداران چقدرش تا حدودی بر واقعیات بنا شده؟ خب برای تهییج احساسات که 100% یک فرمول شناخته شده ای هست و سابقه داشته، هرچند نه به این شدت. یعنی از زمانی که آقای ترامپ آمده به مراتب لحن سخنان درشت‌تر شده، انتقادها تیزتر شده و حالت گاه تهمت گاه افترا گرفته به خودش. و خب این به هر حال اون شیوه سخنوری آقای ترامپ بودی که از اول هم داشته و گفت که من یک رئیس جمهور غیر متعارف هستم و بعد عادت کنین به این قضیه. طبیعتاً این طرف مقابل رو هم به واکنش واداشته. اما اینکه چقدر این ادعاها ریشه در واقعیت داره، از دیدگاه هر کدومشون که نگاه بکنیم درصدی از واقعیت درش هست، درصد زیادی هم بزرگ نمایی درش هست. مثلا آقای ترامپ میگه که دموکرات‌ها اگه برنده بشن موج مهاجرت سرازیر خواهد شد. آمار همچین چیزی رو نشون نمیده. یا میگوید که سوسیالیستی خواهد شد کشور. عمدتاً معنیش این است که دموکرات‌ها میخوان بیمه درمانی همگانی رو گسترده تر بکنن و بیمه های خصوصی رو محدود تر کنن، شرکت های دارویی رو قدرتشون رو کمتر. یا میگن نظم و قانون جمهوری خواهم، به خصوص آقای ترامپ، و میترسونه در واقع آمریکایی ها رو از اینکه آشوب هایی رو که دیدیم در چند ماه گذشته بعد از مرگ جورج فلوید که کسب و کار شما به خطر میفته، محله‌هاتون ممکنه غارت بشه و هیچ کسی نمیتونه دیگه جلوی این التهاب اجتماعی رو بگیره. از طرف مقابل خب دموکرات‌ها خیلی ابراز نگرانی میکنن که انتخاب مجدد آقای ترامپ شالوده دموکراسی آمریکا رو تهدید بکنه. با توجه به سابقه ای که دیده شده ازش، تصمیمات شتاب زده، نداشتن استراتژی مشخص در سیاست خارجی، تصمیمات خلق الساعه و با یک توییت اعلام کردن مسائلی که قاعدتا باید در داخل کابینه خودش مطرح بشه، و از همه اینا شاید بالاتر این اتکاش به فرمانهای اجرایی رئیس جمهور به جای اینکه از مسیر کنگره عبور بکنه. در خیلی موارد تهدید رسانه ها از طرف آقای ترامپ و اینکه بارها گفته شاید نتیجه انتخابات رو نپذیره و گفته ممکنه تقلب‌آمیز باشه، اینها هم اسباب نگرانی در واقع دموکرات هاست. متشکرم ازت کاوه باسمنجی. یک خانواده چقدر باید مستأصل شده باشد تا 3 فرزند خردسالشان را در یک قایق ماهیگیری پر ازدحام بگذارند و در آب‌های پرتلاطم قصد سفر کنند؟ برای رسول ایران نژاد و شیوا محمد پناهی این چنین شد. هومن میرقاسمی گزارش میده. غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال مانش دست کم 4 کشته به جا گذاشت. یک زن شوهر ایرانی به همراه 2 فرزندشان در راه رسیدن به یک زندگی بهتر. رسول ایران نژاد و شیوا محمد پناهی 35 ساله، آنیتا و آرمین 9 و 6 ساله. فرزند 15 ماهه این زوج به همراه 1 نفر دیگر در آبهای سرد کانال مانش ناپدید شدند. 15 نفر دیگر هم به بیمارستان منتقل شدند، همه ایرانی. مقصد آنها بریتانیا بود، مبدأ فرانسه. چیزی که میدونم اینه که 7 کیلومتر تا ساحل فاصله داشتند. ما دلیل غرق شدن این قایق رو نمیدونیم. اولین اظهارات افسران مرزبانی نشون میده که وضعیت آب و هوا خیلی بد بوده. اظهارات یک غواص نیروی دریایی فرانسه هم همین رو نشون میده. آب و هوا واقعا خوب نبوده. مقامات بریتانیا و فرانسه بارها این زنگ خطر را به صدا درآورده بودند، اما نه فرانسه توانسته بود جلوی مهاجران را بگیرد و نه بریتانیا تدابیر لازم برای عملیات نجات را اتخاذ کرده بود. در همین رابطه بوریس جانسن نخست وزیر بریتانیا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن با بازماندگان ابراز همدردی کرد و گفت لندن از هیچ گونه کمک به پاریس برای انجام تحقیقات کوتاهی نخواهد کرد. او در ادامه افزود برای ریشه‌کن کردن قاچاق انسان همه تلاشش را خواهد کرد.
قاچاقچیانی که هر ساله جان صدها انسان مستعصل را به خطر میاندازند و آنها را راهی سفری پرمخاطره میکنند. انسانهایی که جان خود را در کف دست میگیرند در این آبهای سرد و خروشان و بیرحم. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال. خبرنگار ما نیلوفر پور ابراهیم به دانکرک فرانسه رفته، در یکی از شمالی‌ترین گوشه‌های این کشور با ماست. نیلوفر، اول برامون بیشتر بگو چه اطلاعاتی داریم درباره کل ماجرا و قربانیان. نیلوفر، به نظر میاد که صدای من رو نمیشنوی. اگر الان دوباره تماس برقرار شده، امیدوارم که تماس برقرار شده باشه، میخوام برامون بگی که آیا چیزی بیشتری میدونیم الان از قربانیان اونجا و اطلاعات بیشتر در زمینه حادثه که رخ داده در نزدیک سواحل دانکرک. خب به نظر میاد که مشکل داریم با دانکرک و با نیلوفر پوزش، میخوایم اگر شد تلاش میکنیم ارتباط برقرار بکنیم. حالا ببینیم در دیگر نقاط جهان امروز خبرها چه بود. آمریکا و اسرائیل چارچوب توافقهایشان در زمینه همکاری‌های علمی را گسترش دادند تا شهرک‌های یهودی نشین را هم شامل شود. تا به حال 3 توافق همکاری‌های علمی بین این دو متحد شامل مناطقی که اسرائیل در جنگ‌هایش با اعراب تصرف کرده بود نمی‌شد. دولت آمریکا اشغال این مناطق را همواره ناقض قوانین بین‌الملل می‌دانست تا اینکه دولت دونالد ترامپ این سیاست را کنار گذاشت. بار دیگر ایروان و باکو دیگری را به نقض آتش بس متهم می کنند. سومین توافقی که دو همسایه احترامی برایش قائل نشدند. در این حال ارمنستان تایید کرده نیروهای جمهوری آذربایجان پیشروی هایی داشتند. به گفته مقام های ارمنی قره‌باغ 1000 سرباز و 39 غیر نظامی تا به حال کشته شدند. جمهوری آذربایجان از تلفات نظامی آمار نمی دهد، اما گفته 65 غیر نظامی کشته شدند. صدها معترض در خیابان‌های غرب فیلادلفیای آمریکا علیه خشونت پلیس تجمع کردند. دومین شب اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه. والتر والاس 27 ساله چاقو در دست داشت، اما به گفته شاهدان چند متر با ماموران فاصله داشت که هدف گلوله‌های آنها قرار گرفت. کاروانی از گل در پلازا مایوی بوئنوس آیرس در 10 سالگرد درگذشت نستور کرشنر رئیس جمهوری پیشین آرژانتین. هزاران نفر در این مراسم یادبود شرکت کردند. دولت یک مجسمه برنزی از او در مرکز فرهنگی کرشنر نصب کرد. در پرو ده‌ها کارگر تلاش می‌کنند تا شهر باستانی ماچو پیچو را برای بازگشایی روز یکشنبه آماده کنند. دوران کرونا این محوطه تاریخی به جای مانده از دوران اینکاها را تعطیل کرد. تعداد کمی بازدیدکننده هر روز اجازه ورود خواهند داشت با رعایت همه تدابیر بهداشتی. خدمت ماچو پیچو به قرن 15 میلادی برمی‌گردد. بریم مجدداً سراغ خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم که از دانکرک فرانسه با ماست. نیلوفر، آخرین اطلاعات چه هست که میتونی برامون بگی؟ میدونیم که یک تعدادی از این افراد نجات پیدا کردن بعد از سرنگون شدن قایقشون با فاصله خیلی کمی از سواحل دانکرک، جایی که حالا بعد از کاله به یک مبدعی برای پناهجویان تبدیل شده برای اینکه تلاش بکنن خودشون رو برسونن به سواحل بریتانیا. یه چند نفرشون از اون حالا 15 نفری که نجات پیدا کردن رو پلیس بازداشت کرده برای
پرسیدن اطلاعات بیشتر در مورد قاچاقچیانی که به اونها کمک کردن برای خریدن قایق ماهیگیری یا کمکشون کردن، پول از اونها گرفتن. اما به غیر از اون، اونطور که گفته شده احتمالاً 3 نفر دیگه به غیر از اون کودک 15 ماهه همچنان ناپدید هستن. با توجه به سرمای هوا، درجه آب و باد 30 کیلومتر بر ساعتی که داره میوزه اینجا، احتمال اینکه زنده پیدا بشن خیلی کمه. بنابراین عملیات نجات هم متوقف شده و کسی نمیدونه این افراد چه کسی هستن. الان سال هاست که مهاجران تلاش میکنند خودشون از اون طرف دریای مانش به این طرف در بریتانیا برسونن، اما در این 1-2 سال اخیر ناگهان جهش داشته تعداد کسانی که این سفر رو به جان میخرند. چرا؟ دقیقاً قبلا راه‌های دیگه‌ای رو برای رسیدن به بریتانیا هم میتونستن امتحان کنن، مثلا سوار بر کامیون‌ها می‌شدن یا از راه تونل با قطار غیرقانونی خودشون رو می‌رسوندن. حالا کنترل‌های مرزی بیشتر شده، دیواری کشیده شده، بنابراین امکان این که بتونن با ماشین‌های سواری یا کامیون خودشون رو برسونن یا غیرقانونی با قطار بیان تقریباً میشه گفت به صفر رسیده. اما از راه دریا سعی می‌کنن خودشون رو برسونن. شاید شما هم چی نبینید، این کنار ما اینجا ساحل و کنار دریا هست. اونها شب رو انتخاب میکنن برای اینکه گیر پلیس مرزی و ساحلی فرانسه نیفتن، هیچ گونه راداری روشن نمیکنن یا چراغی. بنابراین قایق های بسیار بزرگی که توی این مسیر هم دائم تردد میکنن اونها رو نمیبینن. موج قایق ها میتونه اونها رو به راحتی قایقشون رو واژگون کنه و غرق بکنه، چیزی که باعث نگرانی شده و خیلی حالا نگرانن، مخصوصا انجمن های خیریه یا کسایی که کمک می‌کنن بهشون، که اینجا توی ماه‌های آینده به دریا، به شبیه دریای مدیترانه بشه و فاجعه‌ای مثل آنچه که اتفاق افتاده باز هم تکرار بشه. همین 10 روز پیش هم یک جوان 28 ساله دیگه هم جان خودش رو در همین مسیر از دست داده بود. نیلوفر، متشکرم از نیلوفر پور ابراهیم در دانکرک فرانسه. هر سال با آمدن آبان پیروان آیین یارسان یا اهل حق برای بزرگترین جشنشان آماده میشن، آیینی که قدمتش به 700 سال پیش در ایران زمین میرسه. مردمانی که عمدتاً در دو سوی مرز ایران و عراق زندگی میکنن بیشترشان در استان کرمانشاه. جزئیات بیشتر در گزارش مدیا نور بخش. زنان و مردان تنبور به دست برای برگزاری جشنی بزرگ از آینی کهن آماده می شوند. جشن خاونکار، جشنی که از بزرگترین و مهمترین مراسم پیروان یارسان یا اهل حق هاست. جمعیت یارسان ها حدود 2 میلیون نفر است. اونها عمدتاً در منطقه غرب ایران و شرق عراق زندگی می کنند. ریشه آیین یارسان را می توان در میترائیسم یا همان آیین مهر پرستی پیدا کرد. آیین یاری در قرن 7 هجری توسط سلطان سحاک بنا نهاده شد. او که به دلیل مخالفت با عقایدش با یاران خود به کوههای پاوه گریخت. سفری اجباری که آنها را به مدت 3 روز بدون آب و غذا مجبور به اقامت در یک غار در شکاف کوهی کرد. پس از 3 روز مادر سلطان خاتون رمزبار برای اونها یک خروس و مقداری برنج و نان فطیر و مقداری آب آورد که از آن پس این روز به نام روز شکرگزاری در این آیین تعریف شد. یاری ها هر سال در آبان ماه در جمعخانه ها و اماکن مقدس دور هم جمع می شوند، تنبور می نوازند و کلام های مذهبیشان را می خوانند و البته خروس قربانی می کنند و با آدابی خاص نذرشان را ادا می کنند. این ساز از دیرباز تا کنون از قداست ویژه‌ای و نزد پیروان این آیین برخوردار بوده، همانطور که از نقش برجسته هایی که در 6000 سال و 7000 سال پیش که بعضی از باستانشناسا تا 9000 سال پیش خدمت این ساز رو عنوان کردن مشاهده شده و مستندی است بر این ادعا. برای یارسان ها اجباری در انجام فرایض دینی وجود ندارد. آنها معتقد به ارتباط قلبی انسان با معبود هستند. یارسان ها همواره به سر مگو اعتقاد داشتند. در طول تاریخ عقاید خود را پنهان می کردند و در خفا آیین دینیشان را به جا می آوردند.
اما در مجامع عمومی خود را مسلمان می نامیدند. در طول 14 گذشته مردمان یارسانی دچار محدودیت هایی بودند که به هر حال زندگی رو تا یک حدی به اونها سخت کرده است. به طور مثال محدودیت ها در زمینه اشتغال، در زمینه انتخاب موضوع تحصیلی در دانشگاه، انتخاب محل تحصیل یا محل کار و حتی گاهی میتونم بگم که انتخاب نوع زندگی رو برای اونها مشکل کرده. امروز نسل جدید تمایلی به پنهان کردن اعتقادات خود ندارد، بلکه می‌خواهند درباره اعتقاداتشان آزاد باشند و در جامعه از حقوق مساوی برخوردار گردند، راهی که همچنان پرخطر و ناهموار است. مدیا نوربخش، ایران اینترنشنال. امیر سلیمی، عضو ریاست مشترک سازمان دموکراتیک یارسان در نروژ، الان با ماست. آقای سلیمی، در گزارش اشاره کوتاهی شد، اما برام بگید که چرا در طول تاریخ یارسان ها الحق اون سر مگو رو داشتن و سعی میکردن که چندان راجع به خودشون و آیینشون صحبت نکنن؟ آیا اتفاقاتی در طول تاریخ براشون افتاده بود که این تجربه رو برای اونا تلخ کرده بود؟ با عرض درود به خدمت شما و بینندگان شما، البته دین یاری سابقه هزار سالی دارد، از دوران بالیل که شروع می شود و به دوران سلطان ختم می گردد و آخرین دوران پادشاهی به باب یادگار بر می گردد که در منطقه دالهو آخرین نظام سیاسی و دینی و اجتماعی خودش را پایه‌گذاری نمود. اون چیزی که در رابطه با سرمگو هستش، این در فرهنگ و در ادبیات شفاهی ما وجود دارد. در ادبیات و در اسناد و نوشته‌نامه‌های تاریخی دینی ما چیزی به عنوان سرمگو وجود ندارد، با وجود این که از دوران بالیل تا دوران سلطان که تقریبا حدوداً 300 تا 350 سال طول می کشد، در این دوران را می توان یه جوری دوران رکود و سکون نامید. اما بستر و زمینه اعلام و پایه‌گذاری دین یاری را برای دوران پردیور یه جوری به وجود آورده است. به همین خاطر سرمگو به دلایل خاصی برای اجتناب از خشونت، برای اجتناب از درگیری، برای این که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته نشوند، از اون به عنوان یک سفر دفاع شده است. اما تا اون جایی که به نوشتنامه های دینی و به اسناد تاریخی دینیاری برمیگردد، ما چیزی به نام سرمگو نداریم، بلکه این چیزی هست که تقریبا گفت در ادبیات شفاهی ما وجود دارد و می توان گفت چیزی که در ادبیات شفاهی وجود دارد حتما به دلیلی بوده است و دلیل آن را می توان در اون تجاوزات و اون تعرضات که به جامعه یارسان در طول تاریخ شده است. همونطوری که می دانیم مثلا پسیخانیان ما داریم در تاریخ، قرمتیان داریم، شعوبیه داریم، نهضت ها و جنبش های اجتماعی مثل بابک و خرمدین و سیاه جامگان و اسماعیلیه و رهبری حسن صبا داریم. همه اینها یه جورهایی، ما خصوصا حروفیه ما داریم که حروفیه از نوع نوشتاری استفاده کردن که برای صاحبان قدرت و اونهایی که ایران را به اشکال خود در آوردن بعد از اشکال ایران توسط اعراب، تقریبا میتوان نوشتنامه های دینی را موازی با آن دانست که به زبان کردی، گورانی و گویش هورمی نوشته شده است. آقای سلیمی، آیا در تاریخ مدرن که به خاطر داریم تبعیض، خشونت، اذیت و آزار همراه بوده با در واقع پیروان آیین یارسان و برگزاری جشن و مراسمشون؟ البته وجود دارد. با وقتی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد مطالعه قرار میدیم، در اونجا به صراحت و به وضوحی آمده است که فقط ادیان اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها در چهارچوب قانون حق و حقوقی برای اونها تشخیص و تعیین شده است. اما برای ما یارسانیان اینجور حقی در قانون اساسی و در دیگر قوانین مربوطه در ایران وجود ندارد که ما به عنوان یک جامعه که دارای
رویه و رویکردهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی و اعتقادی هستیم وجود ندارد. البته در ایران باید خود را یه جورهای تحریف و جعل کرد. مثلا الان شما در تصویر میبینید که مثلا تصویری از امام اول شیعان در آنجا میبینید، با وجود آن که ما در نوشتنامه‌های دینی از رستم صحبت می شود، از زال صحبت می شود، از سام، از فریدون، از کاوه، از تقریبا از تمام پادشاهان کیانیان و پیشدادیان در ادبیات و نوشتنامه‌های دینی ما. اما اگر در چارچوب این نظام خود را جعل کنید، خود را تحریف کنید، بیشک چندان موانع و تهدیداتی برای شما وجود ندارد. اما اگر بخواهید به همان هویت و همان شناسنامه تاریخی و به همان هویت و آگاهی تاریخی با مسائل برخورد کنید و به متن و میدان جامعه وارد بشید، بیشک علیه جامعه یارسان محدودیت ها قائل می شود. یاد ما نرود که در چند سال گذشته خیلی از یارسانی اونایی که در ارتش بودن مثلا برای اونها مزاحمت هایی پیش اومد که چند تا از اونها خودکشی کردن و چند تا از اونها در مقابل ساختمان پارلمان در ایران خودسوزی نمودن. امیر سلیمی از عضو ریاست سازمان مشترک دموکراتیک یارسان، متشکرم از صحبت با ما و متشکریم از شما که این چهارشنبه با امروز بودید.